نگاه بینی کودکان مقصد از نگاه بینی کودکان این تربیه و نگاه داشتن آنها و قائم بدن به تعلیم برای شخصی که کفالت آنها برگردن آنهاست. نگاه بینی کودک به پدر و مادر واجب است، زیرا والدین سبب حفظ آنها از هلاک شدن و هم ضمانت هستند برای گم نشدن آنها. و البته شریعت اسلام به نگاه بین کودکان محدودیت های گذاشته است که ما باید آن را رعایت بکنیم. یکم، اگر زن و شوهر از هم جدا شدند، مادر به نگاه بین کودک حقدارتر است تا وقتی که ازدواج نکند. اگر مادر شوهر کرد، نگاه بین کودک از گردن او ساقط می گردد و پس اگر شوهرش او را طلاق داد، باز به نگاه بین آنها باز می گردد. دوم، نگاه بین کودک بعدی به شوهر بر آمدن مادر در گردن او باقی می ماند، به شرطی که مادر با شوهر نو خود به آن موافقت کرده باشند و هم اگر آن برای آنها منفیتی آمیخته داشته باشد. سوم، مادر را به نگاه بین کودک مجبور کرده نمی شود، مادامی که کودک او را نمی خواهد، مگر وقتی که برای نگاه بین کودک شخصی دیگر پیدا نگردد. چهارم، برای نگهبان کودک شرط است که آن نگهبان عاقل و قادر باشد که حاجت و ضرورت های کودک را برآورده گرداند. پنجم، زیارت کودکی که از پدر و مادرش جدا شده است حق هر دو والدین است که هر وقت می توانند کودک را زیارت کنند، منع آنها جایز نیست. هفتم، وقتی که مادر سفر می کند و یا به دیگر دولت می رود، نگاه بین کودک از گردن او ساقط می گردد. هشتم، نگاه بین کودک بعدی به بلاغت رسیدنش به آخر می رسد، مگر در حالتی که سبب فساد نفسی و یا مالی داشته باشد. نهم، بعد 7 سالگی پسر بچه به او اختیار گذاشته می شود تا یکی از آنها را اختیار بکند، لیکن اگر فرزند دختر باشد به او اختیار داده نمی شود. دختر باید تا به ازدواج برآمدنش در نزد مادرش باقی بماند.